آقای کلکانی سلام بر شما و تشکر از وقتتان. شما در مورد حزب التحریر چه معلومات دارید؟ مسئولی سازمان کیست؟ در کجا فعالیت میکنه؟ آیا این سازمان یا گروه را یک حزب هم گفته میتونیم؟ امکان حزب بودنش وجود داره یا خیر؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به میدنگان محترم تلویزیون و شما و همکارای تکنیکیتان. حزب تحریر در این اواخر در افغانستان محسوس میشه، خصوصا در بین جوانا، در پوهنتونها و در حلقات، بالخصوص حلقات جوانان زیاد محسوس است. قسمی که برای ما معلوم است، حزب تحریر یکی از بنیانگذارانش به نام تقی الدین در سال 1373 در قدس از اساسگذاری میشه و اینا داعیهشان و اهدافشان عبارت از خلافت اسلامی در کشورهای اسلامی میباشد. اما در افغانستان تا هنوز رهبری و کسایی که مسئولیت از این حزب به دوش گرفته باشن افشا نیست، ولی در بین جوانا، در بین افرادی که در پهنتون ها هستن این محسوس است. این مربوط میشه و برمیگرده به حکومت افغانستان که آیا حزب تحریری که در افغانستان فعالیت داره آیا یا در وزارت عدلیه ثبت و راجستر شدن یا نه، اینا در اعمال خشونتبار و تروریستی سهم دارن و یا نه، و این همه حرفا مربوط میشه به دولت افغانستان و مراجع استخباراتی افغانستان که باید در این قسمت اونا هم ارزیابی کنن و هم تحلیل و هم غورسی بکنن. آقای کلکانی با معذرت، شما گفتین که حزب التحریر فعالیت هایش بیشتر در بین محصلین مشهود بوده و یا هم قابل لمس بوده. چند پیش آگاه شدین که شماره از محصلین پانتون ولایت ننگرهار را ریاست امنیت ملی بازداشت کرد با اتهام حمایت از گروه دولت اسلامی یا داعش یا افرادگرایان مربوط به طالبان. شما چرا فکر میکنین که به نظر شما چرا حکومت افغانستان به یک بارگی امروز متوجه حزب التحریر میشه؟ آیا دیر نشده؟ آیا کار از کار نگذاشته؟ متاسفانه دولت افغانستان همیشه در امورات اجتماعی و مسائل سیاسی وقتی که گپ به نقاط میرسه که به اوج خود میرسه متاسفانه آن وقت اینا متوجه میشن، در حالی که حزب تحریر در بین جوانا، در بین محصلین تقریبا از مدت 4-5 سال و تا زافتر از این فعالیت داره و این همگی محسوس میکنن و همگی میدانن، ولی در قسمت از این حکومت افغانستان، حکومت پیشین افغانستان و حکومت فعلی افغانستان توجه خاصی نکرده است. این ما گفته میتونیم که حکومت افغانستان متاسفانه در مسائل و خصوصا در مسائل سیاسی و اجتماعی توجه خاصی نکردن و ندارن. حتما امروز به ولسی جرگه تشریف برده بودین. گزارش ها میرسانه که ظاهر قدیر معاون ولسی جرگه گفته که حامیان و فرماندهان داعش در کابل هستن و بیشتر در نزد مقامات هم حضور پیدا میکنن. منظور ایشان چی بوده؟ شما چی نظر دارین در این مورد؟ من امروز در ولسی جرگه بودم و جناب ظاهر قدیر صحبتای داشتن در این مورد و گفتن که افراد و اشخاصی که به قماندان های داعش هستند و افراد مربوط به داعش هستند و طالبا هستند در شهر کابل در نقاط مهم دولتی اونا گشت و گذار میکنن، میاین و رفت آمد میکنن. این موضوع را ارائه کرد و قبلا از او هم جناب استاد سیاف در محافل بسیار بزرگ در خیمه لوی جرگه بیان کرد که بیانه های ملا عمر در وزیر اکبر خان کابل نوشته میشه و این قضایایی است و موضوعاتی است که ما شما شاهدش هستیم و دولت افغانستان از این موضوعات مطلع هست و میدانن که و این اونا اغماز میکنن، چشپوشی میکنن و خود آگاه نمیذارن. سلام مشخصا آقای کلکانی، با معذرت، از صحبت های آقای سیاف آگاه هستیم و مشخصا نگرانی ما ای بود که در مورد حامیان و یا هم فرماندهان داعش آقای ظاهر صحبت کرده بود. مسئله طالب و یا هم مخالفین مسلح دولت در گذشته ها چند بار تکرار شده، چندین بار تکرار شده. من میخواستم مشخصا شما در این مورد پاسخ بگین، اما تشکر از وقتتان. انشاءالله که بحث در روزهای بعدی هم دنبال میکنیم با شما. تشکر، زنده باشید.